مهمان عزیز امروز ما خانم امالبنین حسنی، مشاور و روان درمانگر بزرگسال هستند و قرار هست در خصوص حس ترس از دوران سالمندی صحبتهایی را از ایشان بشنویم. سلام خدمت شما خانم حسنی عزیز، خیلی خوش آمدیم به برنامه امروزی. سلام خدمت شما خانم حسینی عزیز و سلام به بیننده های خوب تلویزیون تمدن. امیدوار هستم روز خوب و خوشی داشته باشید. سلامت باشید، ما برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. در بحث قبلی در خصوص دوران سالمندی سری صحبت های شد و قرار هست یک سری احساساتی که ممکن هست سالمندان عزیز او را درک بکنن و تجربه بکنن صحبت بکنن، اما مسئله ترس از سالمندی ممکن هست یک ترس بالفعل باشه، یعنی یک فرد سالمند این ترس دلش باشه، یا نه بالقوه باشه که اشاره کردم مثلا من نوعی به عنوان یک جوان ممکن هست از سالمند شدن و دوران سالمندی یک ترسی داشته باشم. در کل ترس از سالمندی چگونه یک احساسی هست و در واقع میتونه چگونه چه عواملی میتونه باعث این ترس شود؟ بله، امر رقمی که شما در شروع اشاره کردین، ترس از سالمندی خب در بین فیصدی خیلی زیاد از مردان و زنان یک ترس شایع است و تا یک فیصدی خاص طبیعی به نظر میرسه، یعنی جوان و ترس از این دارن که پیر شوند، افتاده شوند، استقلالیت خود از دست بدن، خیلی هم مرد و زن نداره، هم داخل مردا ببینیم خیلی ترس شایع است و هم داخل خانم ها ببینیم ترس شایع است، ولی خب هر چیزی تا یک حد نرمال و طبیعی به نظر میرسه، از حد نرمال که گذشت در جمع اختلالات میره، هر چیزی که مثلا زندگی روزمره ما رو مختل کنه نمانه که همون زندگی عادی خود پیش ببریم و در جمع اختلالات میره. در بین ترس از پیری هم همی رقم است. خب فیصدی زیاد آدم ها ترس از پیری دارن، حالا شاید خیلی مثلا نگرانی در مورد پیری نداشته باشن، ترس گذرا و معقد باشه، مثلا ما پیر را میبینیم که خیلی ضعیف شده، پایمنده شده به حساب و محتاج و احتیاج دیگر را شده، شاید یکه بخوریم بگویم که خب چی دوران سختی ده انتظار همه است، ولی خب نگرانی خیلی طولانی مدت نداریم، میبینیم گذرا تیر شده میره، یادمون میره. ولی بعضی افراد هستن که مکمل با همین ترس زندگی میکنن که به نام اختلال گراسکوفوبیا یا پیری هراسی یاد میشه، یعنی یک اختلال است که زندگی روزانه و عادی فرد بسیار مختل میکنه. خب در مورد گراسکوفوبیا اگه بخوایم بیشتر توضیح بدیم، اصلا معلوم نیست که ریشه ژنتیکی داره یا اکتسابی است. متخصصان علم پیری شناسی میگن که میشه که ژنتیکی باشه، میشه که اکتسابی باشه، و زندگی کردن با گراسکوفوبیا واقعا خیلی مشکل است، یعنی کسایی که این اختلال دارن اصلا نمیتونن که از امو دوره جوانی خود، حالا یا میان سالی پیری که خیلی برشان وحشتناک است، لذت ببرن. روی علائم گراسکوفوبیا اگه بخوایم گپ بزنیم، علائم بسیار زیاد داره، ولی خب همو علائم خیلی بارز و شایعش چند تا علائم دارن، مثل کسایی که دچار اختلال هستن نگرانی خیلی شدید دارن، تپش قلب خیلی بالایی دارن، مثلا تنگ درد در قفس سینهشون حس میکنه وقتی که پیری یادشان میاد، وقتی که به یاد پیر شدن میافتن، و همچنان عرق خیلی زیاد میکنه بدنشان، لرزش زیاد داره دستایشان، در بعضی مواقع صدایشان که همی باعث میشه که نتونه یک کار درست انجام بده، و دیگه ای که از فعالیت های اجتماعی پرهیز میکنن، مثلا یک جوانی که دچار گراسکوفوبیا شده باشه خیلی در فعالیت های اجتماعی شرکت نمیکنه، مثلا خیلی در کارا سهم نمیگیره، میگه نکنم اینی کار کنم بدن فرسوده شوه. حالا ما یک مراجعه هم داشتم، میگفتن که وظیفه خود نمیرفت، پرسان کردم چرا وظیفه تا نمیری، این فرد متاسفانه دچار می اختلال شده بود، میگفت که چون بیرون افته واسه من دفتر برم پستم خراب میشه، پیر میشم، یعنی طرف تو حاضر بود که کار و فعالیت خود از دست بده ولی جلد خود جوان و شاداب نگاه کنه. خب خیلی زندگی رو مختل میکنه، حتی ممکن است که از نشست برخواست کردنی با پیرایش تناب میکنن چون حالشان رو بد میکنه، دوست ندارن که با پیرا خیلی نشست و برخواست کنن، کلا زندگیشان مختل میسازه. خب این علائم خیلی شایعی بود در مورد کسایی که گراسکوفوبیا دارن. یعنی بیشتر علائمی که شما اشاره کردین خانم حسنی عزیز علائم فیزیکی هست؟ بله،
یعنی شبیه به یک بیماری که ممکن هست جسم ما رو دچار اختلال بسازه. بله. خب چون فوبیا هست، فوبیا هم که یک ترس غیر واقعی است. بیشتر روی تلقین هست. بله. ترس غیر واقعی است، خیلی غیر منطقی و شدید است. از اما خاطر نشانهای استراب از خود نشان میده. یک آدم مضطرب مثلا تنگی نفس پیدا میکنه، یک آدم که استراب خیلی بالایی داره، دستایش میلرزه، خیلی عرق میکنه. حتی در اکثر مواقع دچار حمله پنیک میشه. که از حال میره یا حس میکنه که داره قبض روح میشه، نفسش یکی داره میگیره. کلان علائم و نشانهای استراب دارن. بله، اینا میشه که خب روی خوابشان هم تاثیر میکنه، همین اختلالشان دچار بیخوابی یا خواب بسیار کم کیفیت داشته باشن و حافظشان بسیار ضعیف میکنه، قدرت تمرکز و توجهشان ازشان میگیره. چون یک فردی که مدام با یک ترسی دست و پنجه نرم میکنه نمیتونه خیلی عادی زندگی کنه. بله، این همه علائم گراسکوپوبیا. ترس در کل خانم حسنی یکی از احساساتی است که در وجود همه انسان ها هست. بله. اگر ما احساس بکنیم که قرار هست بدن ما مورد حمله حیوانات وحشی قرار بگیره، ناخودآگاه او ترس در وجود ما هست و خیلی اتفاقات دیگری که در طول روز ما ترس را تجربه میکنیم. شما اشاره کردین که ترس از پیری یا پیری حراسی گاهی وقتا موقتی است و گاهی وقتا دائمی است. یکی موقتی است خودش چیز طبیعی هست. وقتی ما مثلا یک پیر را میبینیم که خیلی از لحاظ فیزیکی ضعیف شده یا بینایی خود از دست داده یا شنوایی خود از دست داده یا اصلا کلا حالت روحی روانی خوبی نداره، یک چند لحظه شاید فکر بکنیم که آینده ما هم شاید همچین چیزی باشه و این ترس و دلهوره بر ما ایجاد کنه. اما کسی که مدام به این مسئله فکر میکنه، کسی که حالا گفته شما حتی حاضر نیست که کار فیزیکی انجام بده یا در یک محیطی قرار بگیره که آسیبی میرسه به جلد و زیبایی او، و یقینا حراس و ترسش خیلی بیش از اندازه هست، چه چیزی باعث شده که این افراد همچین فکر رو در خودشان پرورش بتن و مدام به این فکر بکنن که من مثلا قرار هست بعد از 40 سال 50 سال 60 سال به این دوره 60 سال به این دوره سنی برسم و این همه ضعف ها و ناتوانی ها در من تجربه بشه، در حالی که زندگی در گذر هست و بهترین لحظه های عمر ما لحظه های جوانی هست که ما توانایی خیلی بالایی داریم و میتونیم بی اندازه تلاش بکنیم برای اهداف خودمون. علت ای پیر حراسی در افرادی که مدام به این مسئله فکر میکنن چی هست؟ بله، گفتم که علتش خب دانشمندان نتونستن خیلی واضح بیان کنن، میشه ژنتیکی باشه، میشه اکتسابی باشه. خب در دنیای مدرن امروز خیلی میان روی جوانگرایی کار میکنن، یعنی اصلا تمام تمرکز روی جوانگرایی است. اگر صنعت زیبایی ببینیم تا رسانه ها و اینا، بیشتر رسانه ها پیری حراسی رو به نظر ما ترویج میکنه. خب خیلی تبلیغ میکنه، مثلا کریم ضد پیری یا قرص های ضد پیری یا مثلا برنامه‌هایی که برای کند کردن روند پیری در نظر میگیرن. اگر ببینیم که مثلا روی جنبه اکتسابی بودنش بخوایم گپ بزنیم، خیلی دوره جوانگرایی است این قرن، دوره ای که ما زندگی میکنیم، با جوان ها بیشتر رول داده میشه، با جوان ها بیشتر توجه میشه. از طرف صنعت زیبایی و رسانه هم که بیشتر طرفدار جوانگرایی هستن و اینا، من فکر میکنم بیشتر به خاطر شرایط و موقعیتی است که ما زندگی میکنیم، تحت تاثیر تبلیغات هایی که قرار میگیریم، تحت تاثیر حالا مثلا صنعت زیبایی میاد تجارت خودم میکنه. بله، خب آدم ها رو بازی میکنه. بله، آدم ها رو دچار یک استرس و استراب بسیار شدیدی میکنه و متاسفانه خیلی هم جذابیت زیاد داره بر آدم ها. مخصوصا حالا در این بخش اگه بخوایم که چیز کنیم، بخوایم توقع بندی کنیم، خانم ها بیشتر گرایشان در این بخش زیاد است. عملهای جراحی رو ببینیم، جراحی زیبایی چقدر روز بر روز زیادتر شایع شده میره، مردم هزینه خیلی انگفت داره میتن فقط به خاطر اینکه پیر نشن، وحشت دارن از اینکه مثلا حالا جذابیت خود از دست بدن، شاید هم میخواین استقلالیت خود از دست ندن. خب وقتی که پیر میشیم در محل کسب و کارم خب خیلی افتاده میشیم. بله، شاید میخوایم، شاید طرفی که خیلی نگرانی ای رو داره که پیر نشه، از پیری میترسه، نمیخوای وابسته دیگر را شوه، نمیخوای مستقل بودن خود از دست بده. ولی در کل اینی یک ترس عادی نیست. ما گفتیم که بیشی بوده هر چیز و کم بوده هر چیز باعث میشه که زندگی از هم بپاشه، روزمرگی های ما را خراب کنه. خب ترس اصلا کسایی که هیچ دغدغه‌ای ندارن حالا ندارن، ولی من فکر نمی‌کنم آدمی باشه که اصلا دغدغه پیری خودا نداشته باشه.
خب همه ما کم و توم مثلا ترس از پیری داریم، ولی خب گذراست. مثلا حالا همی دقیقه میترسیم ولی نگرانی ندارید در موردش. ولی کسایی که دچار این اختلال هستن، یا حالا خیلی معلوم نیست که ریشه ژنتیکی داره یا اکتسابی داره، ولی فعلا خب به نظر من اگه اکتسابی داشته باشه خیلی جالب نیست، به خاطر که خیلی کار میشه روی این موضوع. بسیار خب. یک نکته هم در حرفای شما نهفته بود خانم حسنی عزیزی، که ما به عنوان افراد آگاه اجازه ندیم هر تبلیغاتی و هر رسانه‌ای، خصوصا با توجه به شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی که خیلی رونق پیدا کرده و خیلی جذاب شده برای مردم، اجازه ندیم که روی ما تاثیرگذار باشه و هر چیزی را جذب مغز و روح و روان خود آن نکنیم، چون واقعا هیچ چیزی مهمتر از سلامتی روحی روانی و جسمی ما نمیتونه باشه. این نکته خوبی بود در قسمتی که اشاره کردین، گاهی وقتا ترس از پیری از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی و تجارت پیشگانی که صرف هدفشان سود بیشتر هست میتونه باشه. فردی که دچار پیری هراسی هست، چون که اشاره کردیم، یک اخلالی را یک اختلالی را در زندگی خودش شاهد هست و ممکن هست در روند کسب و کارش، در روند زندگی مشترکش، روابطش با اطرافیان خودش، خصوصا فرزندانی که در اون خانواده هست، مختل شود. این فرد از کجا شروع بکنه که این ترس را بتونه در قدم اول کنترل بکنه و در ادامه او را بتونه مهار بکنه تا بتونه به زندگی عادی خودش برگرده؟ چون ما به این باور هستیم که انسان از بدو تولد تا زمان مرگ یک سیر طبیعی را طی می‌کنه. هیچ کس از این دایره خارج نیست. در هر نقطه‌ای از جهانی که زندگی می‌کنه، شاید کیفیت زندگی متفاوت باشه، شاید طول عمر آدم‌ها فرق بکنه، ولی این دوره و این سیکل همه آدم‌ها طی می‌کنه و ما به یک نقطه‌ای می‌رسیم که نقطه پایان از این دنیا هست. چگونه یک فرد که دچار پیری هراسی هست میتونه به خودش کمک بکنه که از این افکار دور شود؟ بله، خب راه حل هایی که بر پیری هراسی است، اولی که ما پیری را به عنوان یک محبت الهی در نظر بگیریم، یک هدیه که از طرف خداوند بر ماست، چون واقعا هر انسانی نمیتونه به سن پیری برسه. خب یکی در جوانی عمرش تمام میشه، یکی در نوجوانی عمرش تمام میشه، یکی در میانسالی. اولین چیزی که برای اینکه ما را آرام بسازه امیست که پیری را به عنوان محبت الهی در نظر بگیریم، یک هدیه از طرف خداوند ببینیم که خداوند به ما اجازه میده ما سالهای بیشتر زندگی کنیم، تجارب بیشتری را بعدش بیاریم، با آدمهای مختلف سر و کار پیدا کنیم و بیشتر از داشته های دنیا استفاده کنیم. و حالا این اگر ما با عنوان یک هدیه و یک محبت در نظر بگیریم، خیلی ازش لذت میبریم. تا یک ازی بترسیم که سن سال ما بالا رفت، الان رفتم مثلا 40 ساله شدم، 50 ساله شدم. اگر ما ببینیم هر سال خدا داره هدیه بیشتر به ما میده، سن بیشتر هدیه بیشتره، این رقمی خیلی بیشتر میتونیم آرامش خدا حفظ کنیم. ولی خب در خصوص کسایی که دچار اینی اختلال هستن، حالا خب اینا نمیتونه فقط صرفا ببینه که پیری یا سن سال بیشتر هدیه خداوند است، اینا باید از یک مشاور کمک بگیره، چون مشکل استرابی است. میتونه که از مشاور کمک بگیره، میتونه که از داروهای ضد حالا داروهای کاهش استراب استفاده کنه و میتونه ورزشای خیلی مداوم کنه. ورزشای روزانه باعث میشه که استرسشان کاهش پیدا کنه، جریان خونشان افزایش پیدا کنه. و حتی مثلا میان سالهایی که رو به سنی در حرکت هستن و دچار ای ترس هستن، خب با اونا ای ترس خیلی بیشتر میشه، چون سال به سال به پیر شدن نزدیکتر میشن. اینا میتونن که از ورزش‌های گروهی و دست جمعی استفاده کنن، با دوستان خود مثلا حالایش شطرنج بازی کنن یا برن هر ورزش دیگه ای را که در تواناییشان است انجام بتن. این رقمی هم حس تنهاییشان کمتر میشه، هم این ورزش را که میکنه خب اونو سطح استرسشان پایین میاره و هم حالا مثلا نیاز نیست خیلی به دارو اتکا کنه اگه اینا بتانه که ورزش کنه، ولی در حالت خیلی شدیدتر باید از مشاور کمک بگیره، چون جلسات تراپی را که با یک مشاور میگیره کمکشان میکنه که این استراب خود چی رقمی کنترل کنه. افکار ناکارآمدی که حالا افکار ناکارآمد یا افکار نادرسته که نسبت به پیری داره، اونا را شناسایی کنه، ببینه که اینی افکار ما منطقی نیست، اینی افکار ما واقعی نیست، اینا را حالا مثلا افکار منفی خود تبدیل به افکار مثبت کنه. اینی رقمی میتونیم که ما کسایی که دچار اختلال هستن برشان کمک کنیم. و مثلا کسایی که دوران میان سالی را میگذرانه دچار مثلا سندروم آشیانه خالی میشن،
سندروم آشیانه خالی یعنی که طرف تا که جوان بوده یا میان سال بوده دوروبرش زنش بوده بوده بچهاش بوده حالا مثلا دخترایش بوده عروس و نواسه و اینا وقتی که اینا هر قدر سنشان بالا میره خب همه میرن دنبال زندگی خودشان بچه ها میرن مثلا یک طرف دخترها ازدواج میکنن میرن خانه بخت حالا نواسه هم پیشان نمیمانه شاید اگر خانوم از شوهر خود از دست میته اگر شوهر از خانوم خود از دست میته خود اینی تنهایی باعث میشه که اینا بیشتر دچار پیری هراسی شون بیشتر اینی اختلال دهشان اینا اوت پیدا کنه بیشتر رشد کنه که برازی ما میتونیم اگر حالا در کشور ما نمیفهمیم چقدر امکاناتش مردم دارن و ندارن که برشان پرستار استخدام کنه که حالا هم به کارهای روزمرهشان برسه و هم یک همزبان و همدم خوبی برشان باشه تا بتونه اینیا با کسی که این اختلال داره با این اختلال کنار بیایه حد اقل اگر نمیتونه مکمل حلش بسازه یک فیصدی بتونه که کنار بیایه تا زندگیش یک ذره راحت تر شده برش بسیار خوب یکی از فرهنگ های خوبی که در بین مردم افغانستان از خانم حسنی عزیز که سال خورده ها و ریش سفیده و گفته ما پیچ سفیده یک قدر و جایگاه و منزلت خاصی در بین خانواده ها دارن و خدا رو شکر تا لحظه آخر در مقایسه با سایر کشورها در کنار عزیزانشان بودن و هستن و همیشه به عنوان یک بزرگ از اونها مشوره میگیرن اما یک نکته ای که اینجا وجود داره گاهی وقتا ما به عنوان اطرافیان بعضی از نگرانی ها و ترس ها و دلخوره ها را به سالمند خود ما وارد میکنیم خیلی ساده اگه بخوایم بگویم که فلان جایی نرو هوا سرده سال خورده شدی مریض میشی یا فلان غذا را نخور یعنی به یک نحوی با الفاظ با کلمات و با لحجه هایی که داریم القا میکنیم به سال خورده خود ما که تو باید بترسی از دوره ای که قرار داری و هر لحظه ممکن هست خدای نکرده مرگ به سراغ تو بیاره نقش اطرافیان در افزایش ای ترس برای سالمندان و یا در کاهش ای ترس در دوران سالمندی چی میتونه باشه خصوصا سالمندانی که الان در افغانستان بیشتر عروس و نواسه با سالخورده ها در ارتباط هستن حالا یا پسرشان هم هستن یا نیستن ولی اکثرا در خانواده ها کسی که نقش یک حامی رو برای یک بزرگسال بازی میکنه اگر خانم او فرد نباشه خب یا عروسش هست یا دخترش هست صحبت شما رو میشنویم خسته نباشید موضوع خیلی خوبی اشاره کردین واقعا همین رقم یک اتفاق زیاد پیش می آید سالمندار مدام ترس با اینا تلقین می کنیم یا به قول شما که این غذا را نخور میشه که مریض شوی تو ضعیف شدی از تو دیگه سن سال گذشته که می خواهی دی رقم یک مهمانی بری تو دیگه اصلا سنت اقتضا نمی کنه به رقم یک سفر بری داله که ما باید قوت قلب سالمندان خود باشیم مخصوصا سالمندان که پیری هراسیشون خیلی شدیدتر است حالا در خصوص غذا یک چیز جالب را که من چند وقت پیش در تحقیقات خواندم در مورد افراد هیستریک کسایی که سالمند حالا مخصوصا سالمندان هیستریک کسایی که پیر شدن و خیلی دنبال جلب توجه هستن اینی پرهیز دادن از غذا یک نوع توجه است به اونا مثلا میگیم حالا تو پیر شدی تو اینی غذا با تو نمی سازه خیلی اینی را نخوری غذای دیگر را بخور بیشتر توجه میکنیم طرف میبینه میگه ای ما با نخوردن اینی غذا میتونم توجه بیشتر را از طرف دریافت کنم طرف به ما بیشتر توجه میکنه غذای خاصی بیشتر به ما درست میکنه دال که این کار درست نیست سالمندان ما با همه حالا جدا از غذایی که دکتر برشان پرهیز میده ترسایی رو که خود ما تلقین میکنیم بله اجازه میدیم به همه چیز نیاز داره به تغذیه خوب نیاز داره حالا هر چیزی مثلا به پروتئین نیاز داره به کلسیم نیاز داره به ویتامین دی نیاز داره غذای مکمل باید داشته باشه بخوره اگه ما جدا از نظر دکتر باز میگم که حالا ما چیز نکنم اگر ما با ترسای خود با استرابای خود سالمندان خود مثلا بسیار محدود میکنیم اینا را زندگی را برشان تنگ میکنیم از خوردن غذای خوب مانع میشیم نکنه مریض شوی تو دیگه سن سالی ازت گذاشته بدنت نمیتونه غذا را جذب کنه هضم کنه یا در مورد رفتن به مهمانی تو دیگه نمیتونی در مهمانی ها بری تو پیر شدی یا مثلا همین قمیر در مورد رفتن به سفر
این سفر بر تو خیلی دور دراز میشه، خیلی سنگین میشه. بابا خستگی سفر یک روز است، از تنش در میایه. انرژی را که از او سفر میگیره شاید تا ماهای دیگه بتونه نفر از سر حال و سر پای نگاه کنه. و بهتر است که مراقبین سالمندان خودشان اول استرابا و ترسای خود کاهش بتن تا اونو ترسای خود به سالمندا و حالا پیرایی که ازشان مراقبت میکنه انتقال نتن. اونا خودشان چون استقلالیت خود از دست دادن، حالا شاید 1% از استقلالیت خود داشته باشن، مخصوصا کسی خیلی پایمانده میشه. خب همه هوش و حواسشون به نظریات شماست. میخوای ببینه واقعا شما چی میگین؟ تو من حیث مراقب نکنم، من اینی چیز بخورم مریض شدم، منت سرم بانی که نگفتم نخور. من میتونی باید ترسای خود ما را خود ما اول بتونیم ترسای خود کنترل کنیم، استراب خود استراب ناسالم خود به کهنسال خود انتقال نتیم. تشکر میکنم شما خواهم حسنی عزیز، سپاسگزاری میکنم از همراهی گرم شما خوبان. همکارانم اشاره میکنن که میان برنامه آماده هست، با همراهی شما میان برنامه رو میبینیم. برمیگردیم به بخش دومی برنامه امروز. افتخار همراهی گرم شما خوبان در برنامه روی خط زندگی داریم. با موضوع ترس از سالمندی در خدمت شما عزیزان هستیم. بررسی کردیم علت و عواملی که باعث ایجاد این گونه ترس ها میشه و نقش خود فرد سالمند و اطرافیان در کاهش ترس از سالمندی. بخوایم در خصوصی صحبت بکنیم که چه عواملی میتونه تاثیرگذار باشه بر اختلال ترس از سالمندی. خانم حسنی عزیز، اشاره کردین که ترس از سالمندی، یعنی اگر به درجه‌ای برسه که مدام فرد به موضوع فکر بکنه دچار اختلال شده. چه عواملی میتونه بر افزایش این اختلال تأثیر گذار باشن؟ بله، خب امرقمی که در نیمه اولم اشاره کردم، بیشتر رسانه ها میتونه که تأثیر گذار باشه. خب صنعت های زیبایی میتونه تأثیر گذار باشه. مریضی های مزمنی که فرد میگیره، مثل مشکلات عروقی، مشکل تیرویدی و حالا مشکلات قلبی که فرد میگیره، مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیگه، مشکلات حالا مشکلاتی که در محل کار برش به وجود میایه، یا حتی مثلا زندگی با اطرافیان میتونه که همه اختلال تشدید کنه. چطوری مثلا زندگی با اطرافیان میتونه اختلال تشدید کنه؟ وقتی که حالا مثلا پدر ما یا مادر ما با ما زندگی میکنه، در دوره میان سالی هست، میبینه که خیلی اولادا دوست نداره با اینا زندگی کنه، هر کدام دنبال مثلا رفتن به سمت زندگی مستقل خودشان است. خب اینا بیشتر ناامید میشه، بیشتر میترسه، میگه که خب ما که سن و سالم داره هر روز بالاتر میره، اینا هر کدوم میخوای یک طرفی بوره. من اینا رو که میگم از تجربه تو مراجعینی که داشتیم میگم، خیلی میترسن از اینکه نکنه در پیری پایماندگی تنها بانه. بیشترین استراب از زمین میگیره، میگه حالا خب مثلا دخترها که رفتن، پسرها هیچ کدوم دوست نداره با ما زندگی کنه. من همیشه ترسم، نگرانیم است که من پیر شوم، پایمانده شوم، کی مرا جمع کنه؟ حالا به قول خودشان که یک گلاس چای برام بندازه، کی یک لقمه نان برام تیار کنه، کی کارهای مرا، کارهای روزمره مرا انجام بده. مراقبینم خیلی میتونه که تاثیر داشته باشه. اگر مراقب خوب داشته باشیم، ما مثلا خانواده دلسوز داشته باشیم، استراب ما را روز به روز کم میکنه با مثلا توجهی بیشترشان، با اینکه بیشتر سعی میکنن که دور و بر ما شلوغ باشه، بیشتر سر ما را گرم میکنه، بیشتر با ما ارزش میده. خب با این استراب ما میتونیم خیلی قشنگتر کنار بیاییم، تا اینکه مثلا مراقبین خیلی خودخواه و خودشیفته‌ای داشته باشیم که اصلا دیدین اکثرا در جامعه ما این موضوع، حالا درسته که خیلی مثلا قدر و عزت بزرگسالان زیاده است، ولی خب این موضوع تازگی خیلی رواج پیدا کرده که پدر مادر در سن پیری واقعا احساس تنهایی میکنن. خب همه اصلا دنیای امروزی ما همه گرایش به تنها شدن داره، همه گرایش به تنهایی داره. خب اینی موضوع روی سالمندای ما خیلی تاثیر بد گذاشته. همهشان واقعا، اگه همهشان هم نمیترسه، فیصدی خیلی بارزشان اینه که نکنه در پیری واقعا تنها بانه.
میترسه. شاید شنیده باشین اکثر پیرمرد و پیرزنای ما گله و شکایتشان از زمین است که جوانای امروزی با ما حرف نمیزن. من شکاف نسل‌ها ما شاید هستیم. بله خیلی. حالا درسته در هر نسل شکاف بین نسل‌ها وجود داشته، ولی مثلا این دوره ما خیلی تنهایی گرایی بیشتر شده. آدم‌ها همه مثلا دنبال تنها بودن هستن. بیشتر نگرانی رو برای والدین نجات میکنه. همیشه گله و شکایتشان هم هست که میگه خب جوانا با ما خوی نمیگیره. اصلا بیشترم تلفن و تلویزیون اینا رو ملامت میکنم. میگه که سر همهشان در دنیای مجازی گرم است، همهشان دنبال رشد و پیشرفت خودشان هستن، با ما توجه نمیکنن. اینی عوامل میتونه که خیلی ای استرابه شدت ببخشه، مخصوصا بر کسایی که دچار ای اختلال هستن. حالا کسایی که ترس از پیری دارن، ولی حالا در حالت عادی خیلی مثلا در جنبه اختلالات، طرف جنبه اختلالات اونا رو نکشانده، اینا میتونه کنار به خودشان حالا یک کار کنه دیگه، یک رقم با اولادشان گپ بزنه و چیز. ولی کلا کسایی که میان سال هستن یا پیر شدن و دچار این اختلال هستن خیلی اذیت میشن. مراقبین باید خیلی متوجه باشه. و دیگه کسایی که بیماری داره، مثلا گفتم که چیزایی که تاثیرگذار است بیماری قلبی، عروقی و تیروید و اینا هستن، اینا حتی در سن جوانی هم اگه دچار اینی اختلال هستن، اینی بیماری رو دارن، ترس اینا دو برابر است. میگه خب من الان که مثلا جوانتر هستم، بدنم در مقابل اینی درد اینقدر کم مقاومت است، نمیتونم خیلی مقاومت کنم. من پیر شوم با اینی درد، با اینی مریضی که دارم چیکار کنم؟ یا مثلا کسایی که بیماری قلبی دارن، میگه خب من حالا جوان هستم بیماری قلبی دارم، از طرفی هم که اختلال پیری حراسی داره، استرابش زیاد میکنه روی بیماری قلبیش، حالا شدت میبخشه بیماری قلبیشه، خب اینا بیشتر مضطرب است. میگه من جوان هستم، حالا نمیتونم با این بیماری که دارم مثلا مقابله کنم، من پیر شوم بیماری مرا خیلی اذیت میکنه. یا کسایی که این دچار پیری حراسی هستن، خب بیشتر از مرگ میترسن، میگه که خب نکنه که مرگ زود هنگام داشته باشم، نکنه که اذیت شوم. و اینا کسایی هم که مشکل تیروید دارن، خب بیشتر افسردگی میاره این مشکلات و مشکلات استرابی رو خود مشکلات تیروید به وجود میاره. این آدم ها بیشتر مستعد اختلال پیری حراسی هستن. بسیار خوب. نکات جالبی رو اشاره کردین خانم حسنی عزیز. یک نکته هم به تکمیل حرفتان من اشاره بکنم که درست است در افغانستان فرهنگی که بزرگسالان در کنار فرزندان خودشان زندگی بکنه همچنان پابرجا هست، ولی این موضوع صرفا به این معنی نیست که ما یک سقفی را یا یک آب غذایی را برای تهیه بکنیم و بگیم خب در کنار ما هستن. در حالی که به گفته شما خیلی از نیازهای روحی روانی هست که نیاز دارن سالمند ما، که جوانان و افرادی که مراقب سالمندان هستن باید در نظر بگیرن. مسئله ای که در قسمت قبلی هم یک سری اشارات کوتاهی شد، مسئله راه حل بود. گفتین که ممکن است بیماری ها باعث تشدید اختلال شود، گاهی وقتا ممکن است عدم سرمایه گذاری یا عدم پسنداز یا نداشتن پشتیبانه مالی این ترس را تشدید بکنه. خیلی از عوامل دیگه ای که ممکن است تاثیرگذار باشه. بعضی مواقع ممکن است حالا یک فردی احساس بکنه که فرزندان خوبی نداره که بتونه از اون مراقبت بکنه، فرزندان دلسوزی نداره یا مثلا سقف پایداری نداره، و همه اینها باعث بشه که اگر من یک روزی پیر شدم و از دست و پای موندم، کسی نمیتونه از من به خوبی مراقبت بکنه. راه حل برای این گونه اختلال چی هست؟ بله، خب راه حل ها که یک کمتون بهش اشاره کردیم، مثلا حالا از یک مشاور کمک بگیره و دارو تجویز کنه، ورزش کنه و اینا. ببینین خب پیرم سالمندانی که با این رقم مشکلات دوچار هستن، اولی که باید با مراقبینشان حرف زده شوم. مثلا یک سالمند رو میبرن پیش یک مشاور، میگن که پیری حراسی داره خیلی هم شدید است. خب او خودش آمده مثلا حتما این اختلال شاید اگر اکتسابی بوده که از میان سالی گرفته، میشه که جوانی گرفته باشه، شاید هم بخیز نوجوانی هم اختلال داشته باشه، تا پیری آمده با اختلال زندگی کرده. که اگر از او دوره گرفته باشه که تراپیست امرای خودش کار میکنه، مثلا برش همو افکار ناکارآمد یا همو افکار ناسالمه که در مورد پیری داره، اونا رو به چالش میکشه، افکار منفیش کوشش میکنه اصلاح کنه، تبدیل به افکار مثبت کنه تا سطح استرابش پایین تر بیایه. ولی نه، اگه طرف آمده مثلا بعد از میان سالی
مراقبین خیلی خوبی نداشته، دچار این اختلال شده. مشاور علاوه بر ازی که مثلا امرای خود پیر مرد، حالا یا پیر مرد یا پیر زن، هرچی که هست، بر علاوه که با امرای خود طرف جلسات تراپی رو میگیره، حتما باید امرای مراقبینش حرف بزنه. خب مراقب خوبی نداشته که طرف آمده مثلا دچار این اختلال شده، چون گفتیم که هر قدر آدم ها پیرتر میشن، توانایی خود از دست میتن، استقلالیت خود از دست میتن، محتاج تر میشن و به قول شما هر قدر آدم به ستونی که تکیه کرده، ستون لرزان و ستون خطرناکی باشه، همه قدر دلش نارام است، همه قدر ترس و تشویش زیاد داره. خب اولاد در دوره پیری ستونای پدر مادر، یا به قول گفتنی عصای دست پدر مادر هستن. هر قدر عصای قوی و محکم و خوبی داشته باشن، همه قدر استوارتر میمانن، بیشتر مطمئن دوام برمیدارن، میفهمه که نمیفتم، عصایم هست، از من مراقبت میکنه. در مورد راه حلش باید ببینیم. حالا اونایی که از جوانی دارن، مثلا مختص به پیران نیست، یک جوان دچار پیری هراسی شده، اختلال داره، خب این که 100% باید بر از مشاور کمک بگیره. حالا مشاور خودش تشخیص میده که دارو نیاز است، دارو برش تجویز میکنه، میبینه که اگر نه جلسات تراپی نیاز هستم، برش جلسات مشاوره را در نظر میگیره. در هر صورت از دارو و از مشاور نباید غافل شون. حالا ورزش و دیگه فعالیت های اجتماعی هم که در کنارش باشه. تشکر میکنم شما خانم حسنی عزیز و تشکر خاص داریم از همراهی شما خوبان که تا این لحظه در کنار برنامه خودتان بودید. امیدوار هستم که صحبت ها مفید واقع شده باشم. گزارش آماده کردیم، از همتون هم پرسیدیم که آیا از دوران سالمندی میترسن یا نه و دلیل این ترس چی میتونه باشه. بریم با هم ببینیم گزارش رو برمیگردیم. خب یک چیز طبیعی است که سالمندی یک از مراحل زندگی است دیگه، طبعا میرسه اگر عمری باقی ماند تا او وقته. خب ترس طبیعی است، تو ترس داری مثلا از اینکه دوره سالمندی ما چه قسم باشه. مثلا بعضی مریضی هاست، آلزایمر است، ضعف جسمانی است، نابینایی است، مثلا ضعف بینایی است، اینا. خب یک ترس خود دل آدم هست، ولی چیز طبیعی است دیگه، یعنی پیش میاد، یک از مراحل زندگی است. اینم دوره سالمندی هم هست، مثل دوران مثلا کودکی، خردسالی، نوجوانی، جوانی، میانسالی سالمندی هم هست دیگه. چون مشکلات زیاده در افغانستان، به او اساس سالمندان ما هم کسته بسیار تا دچار مریضی های نابینایی یا فراموشی، ضعف جسمانی، چون فرهنگ مثلا ورزش اینا نیست اونا. سالمندان در کشورا که مثلا اگر سالمند هم میشن یا سنشان بالا میرد، ورزششان هست، تغذیه سالمشان هست، روحن اعصابن آرامن، روانن آرامن، ولی در کشور ما اوتو گپ نیست. مثلا سالمند بشن ورزش یادشان میره، در کل ورزش جا نافتاده در فرهنگ افغانستان، بعد سالمند خو اصلا به اون اساس دیگه سالمند افغانی ضعیفتر یا بسیار پژمرده تر است دیگه سالمند های کشورهای دیگه است. دوره سالمندی طبیعتاً یک دوره ایه که انسان ها میگذرانه. خب طبیعتاً هر انسانی یک ترس، یک لرز در وجودش احساس میکنه، ترس دارن. اما او کسی که در جوانی، در سن سال سن 25 تا 40 اینا زحمت کشیدن، تلاش کردن، زندگی خود یک مقدار ساختن، اینها خیلی کم ترس دارن. اما ترس طبیعتاً در دوره سالمندی وجود دارد، به خاطر از اینکه خب انسان نابینا میشه، از لحاظ جسمی ضعیف میشه، بخصوص در کشور ما افغانستان که اینجا تمرینات اینا ورزش خیلی کم اهمیت است، اهمیت نداره. خب در این قسمت سالمندای ما و شما، ما میبینیم که چی است، اینا ضعیف هستند نسبت به کشورهای خارج، اینا ضعیف هستند. خب ضعیفیش هم به دلیل اینه که اینا قبلا ورزش نداشتن، تغذیه سالم نمیشده، تمرین نداشتن.
خب ضعف توانایی سالمندی هم در همین جاست. خب ما هم دوره ما هم چنان دوره نیست که زمینه های خوب، زمینه های ورزشی، زمینه های تفریحی و برای ما فراهم شود. خب طبیعتاً در وجود هر جوان، هر انسانی که باشه این ترس وجود داره، هست، تا اینکه از جامعه ترد نشه، از خانواده ترد نشه، از فرزند، پسر. و در ضمن از ترس، خب انسان در دوران سالمندی نیازمند میشه، نیازمند به پسرش، نیازمند به عروسش، نیازمند به دخترش، خب در کل نیازمند به خانواده و فامیلش میشه. خب چشمش میمونه تا اینکه یک نفر بیاید دست ما رو بگیره، کمک کنه. این طبیعی است. بله دقیقاً جناب استاد، قسمی که شما فرمودید یک امر طبیعی هستند. بخواهیم نخواهیم دوران سالمندی را همه ما و شما تجربه میکنیم. البته چیزی که ما ترس و هراس از دوران سالمندی داریم در افغانستان مخصوصا این هستند که دوران سالمندی یک دوران هستند که باید مراقبت شوند و مهر و محبت از طرف خانواده باشد، که روی ازمی ما هراس داریم، ترس داریم که در دوره سالمندی ما دچار چی گرفتاری ها میشویم. اولا خو مشکلاتی که داره در افغانستان زمینه ورزش کم هستند، مخصوصا در دوران ایام جوانی ورزش بسیار کم است، چی خواستا که در دوران سالمندی. و دوما مراقبت های که در دوران سالمندی هستند، آیا از این دچار استرس و دچار هراس هستیم که آیا ما میتونیم دوران سالمندی خود را تحت مراقبت های فامیلی قرار داشته باشیم یا نداشته باشیم، مهر و محبت از طرف خانواده چه رقم هستند. اینا موضوعات هستند که ما از این موضوعات در هراس هستیم. هرچند دوره سالمندی یک دوره طبیعی هستند، بخواهیم نخواهیم اون دوران را باید چشید. بله بیننده عزیز، نظر همتان ما در خصوص ترس از سالمندی شنیدیم. بعضی ها شاید بترسن، بعضی ها شاید ترس از تجربه نکرده باشن، اما نظر شما برای ما مهم است. اگر فکر میکنین که سالمندی و پیری دوره ای هست که باید نگران او باشیم، باید از او بترسیم، حتما این برنامه را ببینین. اگر بخش های ابتدایی ندیدین حتما در یوتیوب مانده میشن، میتونین تعقیب بکنین و نکاتی که مفید بوده برای شما میتونین برداشت بکنین تا بتونیم از این مسیر زندگی که در پیش داریم نهایت لذت ببریم. خانم حسنی عزیز، در هر عصری اگر انسان همگام و همقدم با عصر خودش باشه، فکر میکنم میتونه موفق باشه. عصر ما عصر تکنولوژی هست. بله. عصر رسانه ها هست، عصر ارتباطات، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی هست و به یک نحوی خرد و کلان درگیر خودش کرده. اگر ما سالمندی داشته باشیم که از یک سواد نسبی برخوردار باشه و بتونه ارتباط بگیره با شبکه‌های اجتماعی و درگیر رسانه‌های اجتماعی خودش بکنه، حتی یک دایره امن برای خودش ایجاد بکنن که در با سالمندان در کشورهای دیگر در ارتباط باشه، آیا میتونه بر کاهش ترس از سالمندی تاثیرگذار باشه؟ قطعا بله. خب گفتم که یکی از چیزایی که ترس از سالمندی را خیلی شدت میبخشه احساس تنهایی است. ورزش هم به خاطر می گفتیم که حالا ورزش یکی به خاطر بالا بردن جریان خون استرس کاهش میده، باعث میشه که این اختلال کم رنگ شوه. یکی هم ورزش های گروهی به خاطر یافتن دوست و سرگرم شدن با دوستان و اینا میتونه که خیلی کم رنگ تر کنه اختلال. بله ما اگه سالمندی داریم که حالا علاقه داره به دنیای مجازی، بلد هم هست و یا به قول شما با سواد است، میتونه خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا مثلا در فیسبوک یا انستا چیزای خوبی را دنبال کنه. یا حتی میتونه یک گیمای آنلاینی که هستم روی هم سن و سالای خود، حالا وسط توانایی که دارن و میتونن انجام بتن گیم بزنن، یا یک چت گروپ داشته باشن. مخصوصا پیرمردای افغانی خیلی دوست دارن در مورد سیاست گپ بزنن. بله. اصلا پالویشان بیشینی همش از سیاست حرف میزنن. بله. بله. یا کسایی که در دوران جنگ و جهاد بودن خیلی دوست دارن خاطرات خودن
بازگو کنند. خیلی هم موثر است، خیلی خوب است. پدرای ما کسایی که دوران جنگ و جهاد بودند، اینا مثلا کولباری از خاطرات و درد و غم اون دوره را با خود آوردن و همون رقمی بعضیشان واقعا کسی نداره همراهشان در میان بگذاره، روی دلشان مانده. اگه بتونه که در مورد خاطرات خود گپ بزنه، در مورد مثلا تروماهایی که دیدن، اینی رقمی در یک گروه بشینن گپ بزنن، قشنگ گروه درمانی میشه، اونو مشکلاتشان کمتر میشه، خاطرات بعدشان یادشان میره. خیلی خوب و موثر است، میتونیم که استفاده کنیم. ولی یک چیز را در نظر داشته باشیم که در دوره سالمندی اگه مثلا در طول 24 ساعت 3 ساعت بیشتر از حالا مثلا تلویزیون یا فضای مجازی هر چیزی دیگه استفاده کنه، باعث گرفتن افسردگی میشه. یعنی چون ظرفیت ها خیلی پایین میایه، مثلا همو ذهنش مغزش همو قدر تحمل بودن در فضای مجازی رو بیش از 3 ساعت نداره، یعنی بیش از 3 ساعت اجازه ندارن که استفاده کنن. حالا ما یک سالمند خدا بیای معتاد دنیای مجازی کنیم، بله خب نیست، بله برشان هم باید قید شوه که اینی قدر میتونن که استفاده کنن. خیلی نظر نیک است، خیلی میتونه تاثیر خوب داشته باشه. یعنی میتونه جایگزین های زیادی باشه، اشتغال زایی برای سالمندان که بله. نزدیک که خانه کوچنه کراچی داشته باشم، یک مصروفیتی داشته باشه، یا در یک جایی در یک انجمنی عضو باشم، فکر میکنم تمام اینا میتونه تاثیرگذار بله. باشه، چرا که او حس بیهودگی در واقع که در وجود سالمند ما شکل گرفته کم 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 رنگ میشه و سالمند احساس میکنه من یک فرد مفید هستم برای خودم یا برای افرادی که در کنار ما هستن. یک مسئله که وجود دارم این که اشاره کردیم ترس از سالمندی عام هست، یعنی میان زنان و مردان وجود داره. در دنیای امروزی از گذشته تا به امروز چیزی که واقعیت هست، زن بیشتر از مرد اتکا میکنه و اکثرا به شوهران خودشان، حالا اگر در خانه هستن به پدران خودشان و برادران خودشان اتکا میکنن. آیا این ترس در میان مردان بیشتر هست؟ یعنی ما بیشتر متوجه سالمندان مرد باشیم که با این ترس مواجه نباشن یا درگیر نباشن، یا در میان زنان ما بیشتر شایع هست؟ بله خب نمیتونیم در کل مثلا حالا تنگ ترازو رو به نفع یک طبقه‌ای ببریم بالا دیگر بیاریم پایین، بی‌عدالتی کنیم. ولی کلا به قول شما زنها چون بیشتر تکیه میکنن، حالا نمیفهم یک باور غلطی که رایج شده خدا بیشتر ضعیف میدانن. خب میتونیم که بیشتر به مادران خود توجه کنیم، ولی در کل ما نمیخوایم که سوگیری شوه. زنها اگر مثلا بیشتر تکیه میکنن، بیشتر خود افشایی میکنن، بیشتر راز دل خود میگن، بیشتر مشکلات خود در میان میگذارن، از طرف مردا سفت و سخت هستن. پس حواس ما به هر دوتایشان باشه، هر کدام محدودیت های خود دارن، هر کدام مشکلات خود دارن. تشکر میکنم شما خانم حسنی عزیز، نکات خیلی خوب و مفید و کاربردی بود. برای شما آرزو موفقیت دارم. ممنون خانم حسینی، تشکر. بخیر. تشکر میکنیم از همراهی گرم شما نازنینان که تا این لحظه در کنار ما بودین. حضور شما باعث قوت قلب ما هست. امیدوار هستم که برنامه امروزی مفید واقع شده باشه برای همه شما و شما رو تا برنامه بعدی به خدای یکتا بی‌نیاز می‌سپاریم. ما بقیه اوقات خوش، خدا نگهدار.